سلام دوستان، وقت شما بخیر. بنده امید زندی هستم. در این آموزش میخواهیم به تقویت کننده کلکتور مشترک بپردازیم. ترانزیستورهای دو قطبی یا BJT در ناحیه فعال میتونن به عنوان یک تقویت کننده خطی عمل بکنند و میتونن سیگنال های سینوسی با دامنه خیلی کوچکتر نسبت به نقطه کار ترانزیستور رو تقویت بکنند. مثلا اگر یک سینوسی با دامنه 1 میلی ولت رو داشته باشیم، با استفاده از یک تقویت کننده BJT میتونیم اون رو به یک سینوسی با دامنه 1 ولت تبدیل بکنیم. تقویت کننده های BJT دارای 3 تا آرایش امیتر مشترک، کلکتور مشترک و بیس مشترک هست. در حالت امیتر مشترک، منبعی که میخواهیم سیگنال اون رو تقویت بکنیم از طریق خازن C1 به بیس ترانزیستور متصل میکنیم و سیگنال تقویت شده رو در کلکتور دریافت میکنیم و امیتر به عنوان پایه مشترک بین ورودی و خروجی استفاده میشه. اما در حالت کلکتور مشترک، سیگنال AC باز هم به بیس اعمال میشه، اما سیگنال خروجی رو از طریق امیتر دریافت میکنیم. کلکتور هم به VCC متصل میشه. در بیس مشترک هم سیگنال ورودی از طریق خازن کوپلاژ C1 به امیتر متصل میشه، بیس از طریق خازن C2 به زمین و سیگنال خروجی رو از طریق خازن کوپلاژ CSA از کلکتور ترانزیستور دریافت می‌کنیم. این سه تا آرایش مهمترین مدارات BJT هستند که با استفاده از اونها میتونیم ولتاژ و یا جریان رو تقویت بکنیم. در این آموزش در ادامه می‌خواهیم به صورت دقیق‌تری این تقویت کننده کلکتور مشترک رو تحلیل بکنیم. بهره ولتاژ یک تقویت کننده کلکتور مشترک کوچکتر از 1 هست، ولی بهره جریان اون فوق‌العاده بزرگ هست. نکته اول اینه که ترانزیستورها المان‌های فعال هستند. بدین معنی که ابتدا ما باید ترانزیستور رو روشن بکنیم و بعدش سیگنال AC رو وارد می‌کنیم تا سیگنال تقویت شده رو هم دریافت بکنیم. در اصطلاح به روشن کردن ترانزیستور بایاسینگ اون می‌گوییم، که ما با استفاده از منبع VCC و دو تا مقاومت R1 و R2 بایاس ترانزیستور رو انجام می‌دیم. جریان کلکتور ترانزیستور رو با ISC و ولتاژ کلکتور امیتر رو با VCE نشون میدیم. در این صورت ما R1 و R2 رو طوری انتخاب میکنیم که جریان کلکتور ISCQ، ولتاژ کلکتور امیتر هم VCEQ بشود. به این دوتا پارامتر نقطه کار ترانزیستور میگوییم. بعد از اینکه بایاسینگ رو انجام دادیم، حال میتونیم سیگنال AC ورودی رو وارد تقویت کننده بکنیم و سیگنال تقویت شده رو هم دریافت بکنیم. اما ما نمیتونیم سیگنال AC رو به صورت مستقیم به بیس اعمال بکنیم، چون اگر به صورت مستقیم، یعنی این خازن نباشه، منبع AC رو به ترانزیستور اعمال بکنیم، در این پیک های منفی ولتاژ بیس منفی میشه، که باعث میشه که کلن ترانزیستور خاموش بشه و در نتیجه اعوجاج در سیگنال خروجی ایجاد میشه. یعنی در پیکای منفی کلن ترانزیستور خاموش میشه و سیگنال خروجی به این صورت خواهد بود، در حالی که ما میخواهیم سیگنال خروجی یک مضربی از سیگنال ورودی باشه و هیچ اعوجاجی در اون ایجاد نشه. برای این که این مشکل رفع بشه، در اینجا از خازن C1 استفاده میکنیم که به اون خازن کوپلاژ میگوییم. وظیفه این خازن اینه که فقط سیگنال های AC ورودی رو به بیس منتقل می کنند و سیگنال های DC عبور پیدا نمی کنند. در نتیجه مقادیر DC ولتاژ و جریان کلکتور فقط به VCC R1 و R2، یعنی به مدار بایاس، وابسته است. همچنین برای اینکه مقاومت RL تأثیری بر روی ولتاژ کلکتور امیتر نداشته باشه، به جای اتصال مستقیم از خازن C2 استفاده می کنیم. C1 خازن کوپلاژ ورودی هست، اما C2 خازن کوپلاژ خروجی هست. ISCQ میزان بهره ولتاژ و بهره جریان رو مشخص میکنه، اما VCEQ مشخص میکنه که دامنه این سینوسی ماکسیموم چقدر میتواند بزرگ بشه. اگر VCEQ به درستی تنظیم نشود، ممکنه که حداکثر سینوسی که در خروجی میتونیم داشته باشیم برابر با 1 ولت باشه، اما با تنظیم دقیق اون میتونیم سینوسی با دامنه 5 اما با تنظیم دقیق اون میتونیم سینوسی با دامنه 5 ولت هم داشته باشیم. امپدانس یک خازن برابر هست با 1 تقسیم بر C اومگا J. در مدار DC که فرکانس 0 هست، امپدانس خازن
بی‌نهایت هست. بنابراین C1 و C2 رو مدار باز بکنیم، منبع ورودی و همینطور مقاومت RL تأثیری بر روی ICQ و VCEQ ندارد. از روی خط بار هم، خط بار AC هم میتونیم چگونگی تغییرات سیگنال رو ببینیم. اولین نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که دامنه این سیگنال ورودی باید خیلی کوچکتر از دامنه VCEQ و همینطور ICQ باشه. کلن دامنه منابع AC ورودی باید خیلی کوچکتر از نقطه کار ترانزیستور باشه تا بتونیم ترانزیستور رو به عنوان یک المان خطی در نظر بگیریم. حال با این فرض که دامنه سیگنال ورودی خیلی کوچک هست، ترانزیستور خطی هست و میتونیم از قضیه جمع آثار استفاده بکنیم. یعنی سیگنال X از دو بخش تشکیل میشه. XQ به علاوه X کوچیک. X اینجا میتونه هر سیگنالی در این مدار باشه. XQ نقطه کار هست که فقط به VCC وابسته هست و منابع AC رو صفر می کنیم. اما X کوچیک به VCC وابسته نیست و فقط به منبع AC ورودی وابسته هست. با استفاده از قضیه جمع آثار می تونیم در دو حالت تحلیل DC و تحلیل AC مدار رو تحلیل بکنیم. در تحلیل DC XQ و در تحلیل AC X رو به دست میاریم. حال این خط سبز رنگ یا خط بار AC تغییرات کل جریان کلکتور نسبت به ولتاژ کلکتور امیتر رو نشون میده. یعنی در این محفر X برابر هست با جریان کلکتور و در این محفر هم X برابر هست با ولتاژ کل کلکتور امیتر. با استفاده از این نکته که ترانزیستور خطی هست و استفاده از قضیه جمع آثار و نوشتن یک KVL در مسیر کلکتور امیتر به این خط میرسیم. جریان IAB جریان بیس هست. اگر منبع AC ورودی از طریق خازنه C1 به بیس اعمال بشه، باعث میشه که یک نوساناتی در بیس به این صورت شکل بگیرند که این نوسانات سوار بر IBQ هست. یعنی در این معادله اگر بیاییم X بزرگ رو جریان بیس در نظر بگیریم، از دو قسمت تشکیل میشه. IBQ به علاوه IB. IBQ نقطه کار هست. IB هم سینوسی هست که ناشی از منبع AC ورودی هست. حال تغییرات IB رو به نمودار سبز رنگ نگاش بدهیم، تغییرات جریان کلکتور و ولتاژ کلکتور امیتر به این صورت به دست میاد. در ناحیه اکتیو جریان کلکتور یک ترانزیستور برابر هست با بتا ضرب در جریان بیس. پس طبق این رابطه هر تغییری در جریان بیس یعنی IB ایجاد بشه، بتا برابر میشه و در جریان کلکتور ظاهر میشه. پس به همین دلیل بهره جریان تقویت کننده کلکتور مشترک خیلی بزرگ هست، چون بتا بزرگ هست. ولی در ادامه نشون خواهیم داد که بهره ولتاژ کوچکتر از 1 هست و در عمل ما باید پارامترهای این تقویت کننده کلکتور مشترک رو طوری طراحی بکنیم که بهره ولتاژ خیلی نزدیک 1 بشه و بهره جریان بزرگی